أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعد از پایان پذیرفتن ظاهری تفسیر سوره مبارکه انعام به اون جمع‌بندی نهایی رسیدیم. معمولا در جمع‌بندی نهایی به فضای سوره توجه می‌شود، نه به مضامین خاص. در نوبت‌های قبل مراجعه فرمودید که یک شأن نزول داریم، یک فضای نزول و یک جو نزول. شأن نزول مربوط به آیاتی است که هر کدام در فضای خاص نازل شده. بعضی از آیات شأن نزول دارن، بعضی از آیات شأن نزول ندارن و ماننده. گرچه غالب شأن نزول ها به عنوان تطبیق است به اثبات اینکه واقعا این زمینه نزول آیه را فراهم کرده است و آیه در همین زمینه نازل شده است، کار آسانی نیست، ولی بالاخره برای برخی از آیات شأن نزول ذکر کرده. اما فضای نزول مربوط به کل سوره است، نه مربوط به بعض از آیات. جو نزول مربوط به کل قرآن است، مخصوص به هیچ سوره ای نیست. پس شأن نزول داریم و فضای نزول و جو نزول. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که برای بررسی فضای نزول چند راه است. یکی تحلیل دقیق خود سوره است. تحلیل دقیق آیات سوره نشون میدهد که در چه فضایی نازل شد. دوم، بررسی اون قدر مشترک شأن نزول هاست، یعنی شأن نزول هایی که مربوط به آیات یک سوره است، انسان اونها رو به طور دقیق بررسی میکند و قدر مشترک اونها رو میگیرد، معلوم میشود که مشکل مردم در اون فضا چه. سوم، تحلیل رخدادهای تاریخی است در اون اصلی که این سوره نازل شده است. اگر سوره نظیر سوره مبارکه بقره در چند سال نازل شد، مثلا 2 سال یا 3 سال، تحلیل اون رخدادهای تاریخی و حوادث تاریخی اون 2-3 ساله کمک بکند در بررسی فضای نزول سوره بقره مثلا. ولی اگر سوره نظیر سوره مبارکه انعام دفعتاً واحدتاً نازل شد، بررسی اجمالی رخدادهای اون ایام انسان را راهنمایی می‌کند. پس 3 راه هست: یکی تحلیل عمیق آیات خود سوره و گرفتن اون قدر مشترک، دوم بررسی شأن نزول‌هایی که مربوط به آیات اون سوره است، سوم تحلیل اون حوادث تاریخی. و برای اینکه ما در فضای نزول به اون راه دقیق تر و کامل تر برسیم، باید هر 3 راه را طی کنیم، یعنی هم سیر در خود سور آیات سوره و هم سیری در شأن نزول های او و هم در رخدادهای تاریخ. چون این سوره مبارکه انعام همونطور که در طبیعه این سوره گذشت دفعتاً واحدتاً نازل شده، به استثنای چند آیه کوتاهی که گفتن در مدینه نازل شد، اونم روشن نیست. اگر ما بخواهیم اون حوادث تاریخی را بررسی کنیم، این نیازی به صبر و تقسیم و فحص زیاد ندارد، برای اینکه نظیر سوره مبارکه بقره نیست که ما باید حوادث 2-3 ساله را بررسی کنیم، بلکه حوادث همون مقطعی که این سوره نازل شده است بررسی بکنیم کافی است. چون نیازمند به بررسی تاریخی است و فعلا از بحث ما بیرون است. 2 کار را می شود به آسانی تا حدود انجام داد: یکی سیر در خود سوره است، یکی سیر در شأن نزول های آیات سوره. مطلب بعدی آن است که از مجموع این 2 راه، یعنی سیر در آیات خود این سوره و همچنین بررسی شأن نزول های این سوره، نشون میدهد که مشکل مردم حجاز اون روز همون مسائل اعتقادی و قسمت مهم مشکل اونها مشکل اعتقادی. تا عقیده مردم اصلاح و تهذیب نشود، مسائل اخلاقی، فقهی، حقوقی پرداخته نخواهد شد. لذا قسمت مهم پیام این سوره راجب اصول دین است
و بخش کوتاهی هم مربوط به مسائل فقه و اخلاق و حقوق. اون وصایای دهگانه که در بخش پایانی همین سوره مبارکه انعام آمده است، این ناظر مسائل فقهی، اخلاقی، حقوقی است که این در همه صحف انبیاء گذشته بوده و همه انبیاء این وصایای دهگانه را هم آوردن. مطلب دیگران است که وقتی یه سیری در آیات این سوره و همچنین شأن نزولهای این سوره سیری در آیات این سوره و شأن نزولهای این سوره به عمل می آید، معلوم می شود که گرچه اینها مشکل اعتقادی داشتن از یک سو و مشکل فقهی اخلاقی حقوقی داشتن از سوی دیگر، ولی مهمترین عامل اینها یه جهل فرهنگی و علمی بود از یک سو و یه جهالت سنتی و عملی بود از سوی دیگر. یعنی اینا یا نمی فهمیدن یا حاضر نبودن به فهمشون احترام بگذارن. همین دو محذور برای قالب ما هم هست. ما اگر جای دستمون به گناه دراز می شود یا نمی فهمیم یا نه می فهمیم ولی اون قدرت عقل عملی در ما ضعیف است، یا جهل است در مقابل علم، یا جهالت است در مقابل عقل، یا جاهلند یا عاقل نیستند. همه گناه ها منشأش همینه، یا انسان مسئله رو نمی داند یا نه عالمن آمدن معصیت میکند. اونجا که عالمن آمدن معصیت میکند جهالت دارد، جهالت در مقابل عقل. عقل اون نوریست که بهی او به در رحمان و کتاس به بهل جنان. اگر کسی فاقد اون عقل بود میشود اهل جهالت که یعملون از سوه به جهالته. این همان بود که بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلین رضوان الله و امثال ایشون کتاب العقل و الجهل دارن. این جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم، وگرنه اون کتاب اول کافی که کتاب العلم است مقابل نداره، کتاب العلم مقابل نداره، این کتاب العقل است که مقابل داره. برای اینکه انسانی که به جهنم می رود دو قسم است، یا جاهل است یا اهل جهالت. برای اینکه مردم در قیامت یا اهل بهشتن یا اهل جهنم. اون بهشتی ها مؤمنن، اون جهنمی ها درستن یا درس خوندن یا درس نخونده، یا جهل دارن یا جهالت. این همانت که فخرازی و امثال فخرازی در ذیل آیه سوره القیامه مشکل پذیرش معاد را گفتن دو چیز است برای مردم، یا شبهه علمی است یا شهوت عملی. شبهه علمی آن است که اینا میگفتن مگر میشود انسانی که پوسید و خاک شد دوباره ذات اقدس اله این رو به صورت اولی در بیاره؟ ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. این شبهه علمی است. اونگاه به شهوت عملی اشاره میکند. بل یرید الانسان لیفجر امامه. یعنی اگر شبهه علمی خب کاملا میشود پاسخ داد. خدایی که هیچ را آفرید خب چطور پراکنده ها را نمیتواند جمع بکنه؟ اگر ذات اقدس اله هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا او را آفرید، خلقتو که من قبل و لم تکو شیئا، چگونه نمیتواند پراکنده را جمع بکنه؟ روح نبود، بدن نبود، هر دو را آفرید و تلفیق کرد. حالا هم روح هست هم بدن. روح که از بین نمی رود بدن پراکنده شده، این چیز دیگر نیست. پس شبهه علمی کاملا قابل دفع است. لذا فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. پس شبهه علمی اینا ندارن، مشکل علمی ندارن، عمده همون شهوت عملی است. بل یرید الانسان لیفجر امامه. امام یعنی پیش رو. اون میخواد جلوش باز باشه، چیزی جلو او رو نگیره. خب اگر قیامتی باشه، اعتقاد به حساب و کتاب باشه، جلوش بسته. این شهوت عملی دارد در باره قیامت، نه شبهه علمی. همین دو عامل تو معادم هست، هم مبدأم هست، همین دو عامل در باره وحی و رسالتم هست. لذا همین دو عامل را با سبقه های گوناگون در سوره مبارکه انعام که محل بحث است، ذات اقدس اله چه در باره پذیرش مبدأ چه در باره پذیرش وحی و رسالت دارد.
محور اصلی این سوره مبدأ است و رسالت است و بخشی هم مربوط به معاد. لذا هم شبهات علمی اینها را ذکر میکنند، هم شهوت‌های عملی اینها را. شبهات علمی را با براهین پاسخ میدهد، شهوت‌های عملی را با موعظه حسنه حل میکنند. کسی که مشکل عملی دارد خب باید رو موعظه کرد. این ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه ناظر به همینه. بعضی واقعا مسئله برشون حل نشد، خب اگه حل میشد عمل میکردن، اینا رو با برهان و حکمت دعوت میکنن. بعضی نه، مسئله برشون حل است، هیچ مشکل علمی ندارن، اما غلبت علیهم شقوتهم، اینا رو با موعظه باید حل کرد. البته برهان هم کمک میکند در این بخش، و ما قسمت اصلی این بخش را موعظه بود. پس یا شبهه علمی یا شهوت عملی. در جریان توحید شبهه علمیشون اینه که خدای که رب العالمین است، ما او را نمیبینیم، او از ما بیخبر است، چگونه او را بپرستیم؟ باید یه خدای را بپرستیم که با ما نزدیک باشد، ما او را میبینیم، او هم مثلا در دسترس ما سماند. آیات فراوانی که مربوط به توحید ربوبی است ناظر به این است که خدا به ما از هر چیزی نزدیک تر است، کاملا ما را میبینه، ما با چشم جان میتوانیم او را ببینیم. گرچه لا تدرکه الابصار اما به هو یدرک الابصار، این بخش است. شهوت عملی اینها میگن خب این سنت ماست، این میراث فرهنگی ماست. یه عده از این راه نون در می آوردن، بت فروشی میکردن، بت سازی میکردن، بت تراشی میکردن، عجیل بتکده ها بودن، به معبد های اینا را اداره میکردن. سنت های قومی اینها بود، اینا شهوت های عملی بود، اونم شبهای علمی. درباره وحی و رسالت هم باز به شرح زد. شبهه علمی اونهایی بود که مگر می شود بشر به مقام وحییابی برسد، مگر این شدنی است؟ ذات اقدس اله کاملا برهان قائم می شود که بشر اگر بدن محض می بود، بدنی محض و مادی صرفی بود، نمی توانست به مقام نبوت برسد. ولی چون روحی دارد، تعالی و ترقی دارد، این روح از سنخ ملکوت است، میتواند با ملکوت رابطه برقرار کند، میتواند وحی بیابد. این شبهای علمی اینها برطرف میکنه. شهوت‌های عملی اینا همون خوی جاهلیت است. خب یه عده فقرا و مساکین و مستضعفین دور شما نشستن، اینا رو ترد کنید ما میاییم. دیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا رو ترد نمی کنن، به دنبال مسیلمه راه افتادن. بخشی از آیات که فرمود و ما قدر الله حق قدری از قال و ما انزل الله علی بشر من شی، این ناظر حل شبهات علمی مردم حجاز درباره وحی و نبوت و رسالت. اون بخشی که فرمود که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی ما من حسابک علیهم من شی، این ناظر به طرد شهوت های عملی مردم جاهلیت است. فرمود مبادا این فقرا رو بیرون کنی. خب اونا که حرفی برای گفتن ندارن، میگن فقرا رو بیرون کن ما بیایی. بگو نه، شما و اغنیا و فقرا یک جا باید خدا رو بپرستید، هر کی هرچی داره. هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب انه غفور رحيم. خب معلوم نیست که کی اونجا قوی نیست و کی فقیر، ان الغنى والفقر بعد الارض الله، چرا من اینا رو برم؟ لذا گاهی ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه انعام به صورت نهی میفرماید ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مثل آیه 52 همین سوره. گاهی به صورت امر هم نه تنها این فقرا را بیرون نکن، بلکه اینا شاگردان تو هستند، وقتی اینا آمدن در مسجد برای یاد گرفتن یه چیزی سلام بکن به اینها. به اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. این که میبینید خطیب نماز جمعه اول به مستمعین سلام میکنند از همین جا است. فرمود اگر شاگردان آمدن خب سلام بکن به اینها. حالا یا سلام ما را به اینها برسون، اگر اینها جز اوحدی از تلامیذ تو بودن، یا سلام را از تو تلقی میکنن اگر جز اوساد از شاگردان تو بودن. و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، این پیغمبر. همون مبادا اینها را بیرون کنی،
حالا یا سلام مرا به اینا برسون، یا بالاخره وقتی وارد شدی به اینا سلام بکن، نگو اینا شاگرد منن باید برای من سلام، اینا نگو. این مبارزه کردن با جهالت اعراب جاهلی، فهمود مشکل علمیشون که حل است. انبیای قبلی بودن، اینا که ابراهیم را قبول دارن، خب ابراهیم هم پیغمبر بود، ما اون را به وحی یا برسوندیم. اینا شبهه علمی ندارن، اینا شهوت عملی دارن. مشکلشون اینه که فقرا را بیرون کن ما بیاییم، بگو نه اینجا برای همه راه بازه، میخواید بیاید بخواد نهید. ولا تطرد الذین یک و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا دو بس به نفس که مع الذین یدعون ربکم بالغداة والعشی سه. گاهی نهی میکند از طرد فقرا، گاهی امر میکند که با اینها باش، گاهی دستور ادب میدهد که وقتی وارد میشی سلام بکن که اینها را داشته باشی. البته این خوی جاهلی در همه بود، حتی اونایی که مسلمان شدن کم و بیش رسوب جاهلیت کهنه در اونا بود، اونا هم دهن کجی داشتن، تجداها میرفتن، فوش میگفتن، بد میگفتن، اینا به بت‌ها بد میگفتن. آیه ناظر شد، خب چرا بد میگی؟ بد گفتن که کار آسونیه، خب اونم بد میگن. شما اگر به چوب و بت بت فروش و بت تراش و بت پرست بد گفتی، اینم به خدای تو بد میگه. فلا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. خب بالاخره این چوب معبوده، و تو اگر به این چوب بد گفتی، خب اینم فحش میگه. به کی فحش میگه؟ به الله فحش میگه. چین کم کارم میکردم همونان. شما اهل فحش نباشید، بالاخره هر کسی یه مقدساتی دارد، به اون مقدسات پیش او گرامی است. جامعه بی دین به زحمت میتواند زندگیش ادامه بدهد، ولی بالاخره ممکن است یه روزی منقرض بشه. اما جامعه بد دین دست از دینش بر نمیداره. قبل از انقلاب ما این خطر رو احساس می‌کردیم، معلوم شد حساب ما اشتباه بود. ما بگفتیم الان دنیا سه قصر داره، بالاخره قصر به موحدان است که خدا را قبول داره، قیامت قبول داره، وحی نشون نبوت قبول داره، و قصر به بت‌پرستان است که بخشی در چین، ژاپن، هند، این فلات شرقی زندگی می‌کنه، و بخشی هم کمونیستن. ما وحشتمون قبل از انقلاب این بود، می گفتیم الان این تعادل تا حدودی محفوظ است و با پیشرفت علم مسئله بت پرستی و کارهایی که هندی ها دارند و چینی ها دارند و ژاپنی ها دارند، به عنوان بخشی از چینی ها و ژاپنی ها دارند به عنوان بت پرستی، این ریشه‌کن خواهد شد. اینها میلیون ها مردم نفره. این میلیون ها نفر وقتی دست از این عقاید خرافی بردارن، یا باید به سبک اسلام و الهیت حرکت کنن یا به سبک کمونیست. ما که راهی نداریم که پیام معارف الهی را به اینها برسانیم. کمونیست هم دستشون بازه، خدا اینا کرده اگر این چندین میلیون از کفه وسطی که هستن به سمت کمونیستی برن، اون وقت چه کنیم؟ این خطری بود که قبل از انقلاب ما بشوندیم. بعد از فروپاشی کمونیستی و فروپاشی اون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، برای اون معلوم شد که محاسبمون درست نبود. بشر میتواند بد دین بماند، ولی نمیتواند بی دین باشد. بالاخره به جای بود معتقد باشد که عواطف درونیش و اون فطرتش رو ولو اشتباهاً به جایی مرتبط کند و خود را قانع کند. بشر بددین می شود ولی بیدین نمی شود. لذا جریان چینی ها، ژاپنی ها، این بت‌پرستیشون هیچ تکون نخورد. شما چند وقت قبل هم دیدید رسانه ها گروهی معبد موش ها را به شما نشون داد که ادهی تبرک می کردن در ظرف غذای مشترک با موش ها هم سفره باشند. الان هم هست، مار پرستن، موش پرستن، یا تکریم میکنن، قداستی برای مار قائلن، میگن اینا رو آزار نکنی، برای موش ها قداستی قائلن، عمری زندگی میکنن بدون خوردن گوشت حیوان. بالاخره بشر باید به یک جایی معتقد باشه.
منتها حالا اینا بیراهه می روند، اون خلأ عاطفی را بیراهه به بیجا دارن پر می کنند. خب غرض آن است که در این بخش ذات اقدس اله فرمود مقدسا در گروه ایشون ها محترمه، شما اگر به این بت پرست فحش گفتی اینم به الله فحش میگوید. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله، یعنی فیسبوا این بت پرست ها الله را به غیر علم. به غیر علم یعنی به غیر عقل. خب این جاهلیت بود. بنابراین هم شبهه علمی را ذات اقدس اله در این سوره ذکر میکند و حل میکند و هم شهوت عملی را. در اون تلیه سوره مبارکه انعام بعد اون وقتی که انسان مبارزه میکند فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم، هم هست دست به تبر میکند همه را از بین در میبرد. وقتی حجت تمام شد اونا از یک سو میگوین حرقه و بنصر و آلهت کن، اینم از این سو تبر دست میگرد که جعل هم جزازن الا کبیر هست. اون میدان مبارزه است. اما در میدان حجاج جا برای سب بلند دید. میدان مبارزه میدان مبارزه است، جای تبر دیگه. اونا هم میدان آتش دارن، میگن حرقه و بنصر و آلهت کن. این هم دست به تبر میگرد بگرد الله لعشیدن نسنام کن بعد انتوبرلومت بریم. اگر آدم هنرمندانه مثل ابراهیم توانست هم به اون آتش بدهد هم دست به تبر کند توبا لهو به اسنوم آب، اما فحش دادن کار عجزه است، اون هم این کار بود. خب در همون تلیه سوره مبارکه انعام گذشت که اینها میگویند رسول باید فرشته باشه. قرآن برهان قوام میکند که خب اگر فرشته بیاید که شما نمیتواند ببینید با اون محاجه کنید، اون نمیتواند اصفه شما باشد. اگر شما هم فرشته بودید در زمین فرشته ها زندگی میکردن، خدای پیامبری از سنخ فرشته ها اعزام میکرد. قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزل الله ملکن لقضی الامر ثم لا ينظروا ولو جعلنا ملکن لجعلنا رجلا لبسنا علیهم ما یلبسون، که در آیات 7-9 سوره مبارکه انعام بود که بحثش گذاشت. پس اون چه که در اون اوائل سوره است برای حل شبهه های علمی مردم حجاز است، و اون چه در آیه 51 به بعد است برای حل شهوت های عملی اونها است. یعنی اگر شما مشکل عملی دارید با فقرا نمیتوانید یه جا زندگی کنید، این غفلتی است برای شما، اشتباهی است برای شما. شما اون خوی استکبارتون نمیگذارد با محرومی جمع بشید، وگرنه پیغمبر حق است، پیغمبری حق است و اونجم او آورده حق است و مانند. مطلب دیگران است که قسمت مهم دعوت انبیاء علیه السلام به برهان است. تا ضرورت اقتضا نکند از معجزه کمک نمیگیره، چون معجزه آوردن برای خود انبیاء هم سخت. بیان زارش این است که یه پیغمبر که دارد معجزه می آورد در حقیقت آثار ربوبی دارد در او ظهور می کند. همه پیغمبر ها عموماً مائلن که عابدانه مردم را دعوت کنن، نه ربوبانه. وقتی بخوان معجزه بیارن، مرده ای را زنده کنن، بالاخره باید به عنوان خطیفت الله این کار انجام بدن، به عنوان مظهر رب این کار را انجام بدن. اونا ترجیح میدن که عبد باشن نه مظهر رب. رب که ذات اقدس اله است، که رب کل شیء لا شریک له فی الربوبیت است. اینا باید به عنوان خلیفه کار رو بکنن، برشون سخت. به عنوان مظهر رب این کار رو بکنن، برشون سخت. لذا تا ضرورتی اقتضا نکنن اینا دست به معجزه نمیزنن، با که توان اون رو دارن. اونا ترجیح میدهن که در جامعه بندگی با مردم سخن بگوین. وگرنه خیلی برشون آسان بود، هر چه میخواستن به اذن خدا مقدورشون بود، اما تا اونجا که ممکن بود معجزه نمی آوردن. خب بالاخره همون سنگهایی که به پای مبارک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سفر طائف میزدن، همه اون سنگا را حضرت میتوانست تسبیح گوی حق کنند چه این که بودن، میتوانست برگرداند به خود اون سنگ زن ها چه این که تم میتوانست. اما اینا همه انبیا اینطور بودن.
ترجیح میدهن که بندوار مردم را به الله دعوت کنن، نه به عنوان خلیفت الله ظهور کنن، به عنوان مظهر رب ظهور کنن. خب این کار سهلی از یک سو و برای اینها هم سخت است به اظهار خلافت راضی بشون از سوی دیگر. لذا در این سوره مبارکه تا ضرورت اقتضا نکنند از معجزه مدد نمیگیرند. اونجا هم که میخوان از معجزه مدد بگیرن، اونا گفتن شاهد صدق دعوا و دعوت تو چیست؟ خدا از همه صادقتر است دیگر، از هر شاهدی بزرگتر است. خدا شهادت داد که من پیغمبرم، برای اینکه کتاب او، کلام او، نامی او دست من است، امضای او دست من است. قل ایو شیئن اکبر و شهاده، قل الله شهید بینی و بینکم و اوحیه الیه در قرآن لانذرکم بهی و من برم. خدا میگوید من پیغمبرم، چرا؟ برای اینکه حرف او از زبان منه، کتاب او دست منه، کلام او زبان منه، از او بزرگتر که کسی نیست. شما شاهد میخواهید دارم خدا، میگید این کلام کلام خدا نیست، خب بسنیم بیارید. مطلب دیگران است که در مسئله لا تذیر و بازرت و وزر اخرى سوال شده که خب اگه کسی امر معروف و نهی از منکر را ترک کرده است، اون چه گناهی دارد که لا فتق و فتتن لا تصیبن لدین در اون مکن خواسته، اونا معاقب بشدن. و همچنین قو انفسکم و اهلیکم نارا و قود الناس و الاجاره، حالا اگر اهل بیت کسی به فساد کشیده شد، چرا خود انسان آلوده میشود و معذب میشود؟ پاسخش این است که اگه کسی امر معروف و نهی از منکر نکرد، از دو فریضه از فرائض مهم الهی را ترک کرده، خب اونم معصیت کرده. این که فرمود فتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، این برای آن است که گناهکار و تماشاچی هر دو عذاب میبینند. بلکه تماشاچی باید امر معروف و نهی از منکر میکرد. مرحوم کلین رضوان الله تعالی را نقل میکند که در کافی که گروهی در یه سرزمینی به تباهی آلوده شده بودند، به فرشتگان غضب مأمور شدند که اون منطقه را ویران. همین که نزدیک اون محل رسیدند، دیدن پیرمردی است به شب زنده داری مشغول است. یکی به دیگری گفت من از این امتصال معذورم، خب شهری را یا روستایی را ویران کنم، زیر رو کنم که پیرمرد نماز شب خون درش هست. دیگری گفت که نه، من مأمورم به این کار را میکنم. اون یکی گفت پس من از موادی عالی تر سؤال بکنم. مرحوم کلین رضوان الله نقل میکند که اون فرشته از ذات اقدس را سؤال کرد که شهری یا روستایی که پیرمرد شب زنده دار هست، من چطور او را ویران کنم؟ همون آخه این پیرمرد شبزنددار هرگز لم یتعمر، هرگز برای رضای خدا یه وقتی عصبانی نشد، امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد. این فقط خودش دریا. این کسی که تارک امر معروف و نهی از منکر است، این هم میشه تبهکار دیگر، معذب است. اگر پدر و مادرم امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، اونا معذب نیستن، اما اگر نکردن اونا هم معذبن. و این سخن سخن ناسوابیست که اگر آتش افتاد خشک‌تر نمی کند، نه آتش الهی خشک‌تر می کند. خب شما میبینید در جریان نوح پیغمبر صلی الله علیه و آله، در جریان لوط و همه انبیا، ذات اقدس اله وقتی که خود عذاب نازل کند، به فرمود غیر از فرعون کس، غیر از فرعون کس همه را عذاب کردی. همون جریان سخرها علیهم سبع لیال و سماعت ایام حسومن فلتر الله من باقیه، مؤمنین معذب نبودن. یا در یه بخشی دارد که به ما وجد نافیها غیر بیتن من المسلمین، یعنی این پیغمبر سالیان متمادی مردم دعوت میکرد، فقط یه خانوار به اونا ایمان آوردن، غیر بیتن من المسلمین وین وجد نه اکثرام به فاسقین ممانم دارد. همون یه خانواده رو که عذاب نکرد که، اون یه خانواده محفوظ موندن، بقیه را عذاب کرده. آتش الهی خشک‌تر را تشخیص میده. همون سخرها علیهم سبع لیال و سماعت ایام هم کاملا مؤمن را از غیر مؤمن تشخیص میده. خب قشیه هم من الیم ما قشیه هم چطور محرومین فلسطینی ها را تشخیص داد از طاغیان فرعون؟ این چنین نیست که فتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. عادل ها هم به
عذاب ظالم ها بسوزن، اون عادل نماها هستن که می سوزن. مطلع بعدی آن است که بله سرش اینه که اونم واقعا امر معروف نکردن دیگه، اونم ظالم بودن، به حسب ظاهر نادل بودن. اینکه فرمود وقتقو فتتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، یعنی این ظالمین ظلمشون محسوس بود، اونم تماشاشی بودن، وگرنه ذات اقدس الهی درباره عوام دیگر که نقل بودن فرمود ما اونها رو نجات دادیم، اونها رو حفظ کردیم، اونها رو از خطر طوفان و غیر طوفان رهایی بخشیدیم و مانند. اگر کسی امر معروف نکرد نهی از منکر نکرد خودش را دریافت، گفت من خودم مسئول خودم هستم، این دو فریضه از مهمترین فرایض الهی را ترک کرده. الحمدلله.